به نام خدا شاگرده عزیز و گرامی سلام خوب هستین به خیر هستین جور سعدمند باشین خب شاگرده عزیز و گرامی به مضمون ریاضی سن هشتم بسیار خوش آمدید شاگرده عزیز و گرامی ریاضی سن هشتم ما شما میخوانیم درست است و فصل چندم بودیم فصل چهارم و عنوان ما و شما چی بود تناظر درست است که درس گذشته اگر یادتان باشد ما و شما مفهوم تناظر را تشریح کردیم که چی است خواندیم درست است و بعد از او تناظر محوری را خوانده آلی درس امروز ما و شما چی است تناظر مرکزی درست است تناظر مرکزی پس هدف درس ما و شما امروز چی است تناظر مرکزی و شاگردای عزیز و گرامی فصل چهار ما و شما امروز خلاص میشه پس فصل چهار ما و شما دو تا درس بیشتر نبود یک تا ما مفهوم تناظر رو خواندیم و تناظر محوری و امروز بخیر چی رو میخوانیم تناظر مرکزی را میخوانیم درست است خب شاگرد عزیز قرار بود که کارخانه گیر رو ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبرش هم چند بود 20964 و درست است اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی یا کدام چی پیشنهاد انتقادی دارید میتونید با ما شریک بسازید از طریق قمی نمبر که به شما خواندم پس شاگرد عزیز و گرامی بریم سر تخته که ما تناظر مرکزی رو برد بگم به چه شکل می باشد پس بریم سر تخته خب شاگرد عزیز و گرامی پس تناظر مرکزی چی است؟ البته من قبلی که درس خودش شروع کنم من یک یاداوره میکنم از درس گذشته اگر یادتان باشه تناظر چی بود یا متناظر گفتیم دیگه نه گفتیم اگر ما شما چی کنیم یک شکل درست است در امتداد یک خط قاد کنیم صحیح در امتداد یک خط کنیم و دقیقا دو قسمت شکل دقیقا بر هم منطبق باشه که ما درس در درس گذشته به شما چه پارچه ای فور بر شما آوردم دیگه نه قاد کنیم از وسط قاد کنیم دیدیم دقیقا چی است دقیقا روی هم قرار میگیره و او خط میگفتیم چی محور تناظر و او شکل هم گفتیم چی است نظر به او خط متناظر است یا گفتیم اگر یادتون باشد گفتیم متقارن هم بهش گفته میشه پس متقارن یا متناظر و گفتیم تناظر محوری چی است گفتیم تناظر نظر به یک خط اگر یادتون باشد ما تناظر نظر به یک خط ما شما اگر این خط داشته باشیم به با عنوان مثال این خط داشته باشیم بگو که چی این نقطه را تناظرش پیدا کو گفتیم که از هم نقطه به خط میکشیم از هم نقطه به خط میکشیم و زاویه با چند درجه باشد دقیقاً 90 درجه باید زاویه داشته باشه و به همه قیدا خطکش میگیریم این فاصله اندازه میگیریم مثلا 5 سانتی متر است 5 سانتی متر ادامه میتیم دقیقا در راستای همین سیست و اینجا چی میشه ای زاویه ما با چند باشد 90 باشه این نقطه ما و شما اگر ای باشد این را گفتیم با چه نشان میتیم فرق ما میکنه بی سی ای را ما و شما گفتیم ولی بعض وقتا با ای زبر هم نشان میتیم سیست ای را ای می میخوایم ای را یعنی اگر ما شما بیایم این نظر به این ای را کنیم دقیقا دو تا نقطه روی هم قرار می گیره پس این میگیم چی تناظر محوری و به این خط چی میگفتیم محور تناظر یا تناسل یعنی با نام ما شما این شکل داشته باشیم این مثلث باشد او ای باشد ای بی باشد این نقطه سی باشد خب تناظر از این شکل نظر به این خط بخوایم دریافت کنیم گفتیم از هم همون نقطه به خط وصل میکنیم صحیح از همین نقطه به خط وصل دی وصل نمیکنید هم خود خط که زاویه چند درجه باید کنه زاویه 90 درجه جور کنه فیست. است اما قاعده ما قاید میتیم تقریبا همین میشه صحیح است میشه این میشه نقطه چی این نقطه سی بود ای پس این میشه سی زبر و نقطه بی را ما و ما شما ادامه میدیم دقیقا اینجا میشه نقطه بی سی ما و شما بی ما و شما بی زبر ما و شما اینجا میشه و یا به هم وصل کنیم میشه شکل ما صحیح یعنی اگر ما و شما بیایم نظر به نمی خط نام خط بگیریم ال مثلا نظر به خط ال رو کنیم دقیقا روی هم قرار میگیره صحیح است که چی منطبق میشه روی هم پس میگیم که این شکل متناظر این شکل است یا متقارن این شکل است و برعکس این شکل متناظر این شکل است یا متقارن است و به خط چی میگفتیم محور تناظر پس ما و شما چی بود تناظر نظر به یک خط یاد خوانده بودیم درس گذشته یاد گرفته بودیم خب شاگرد عزیز اما ما و شما درس امروز چی رو میخوانیم تناظر نظر به یک نقطه حالا چی است نظر به یک خط بود دیگه نه اما نظر به یک نقطه به چه شکل میشه پس نظر به یک نقطه رو چی میگیم تناظر مرکزی برش میگیم صحیح پس ما و شما درس ما و شما چی است تناظر مرکزی نظر به یک نقطه است یکی نظر به خط بود چی بود بهش میگفتیم تناظر محوری و یکی نظر به یک نقطه است میگیم تناظر مرکزی سیست پس من این پاک میکنم و تناظر مرکزی رو به شما میگم یعنی نظر به یک نقطه چی رقم شکل ما و شما تناظر شما باید دریافت کنه خب شاگرده عزیز دقت کنید ما تناظر نظر به یک نقطه را که دریافت کنیم به عنوان مثال این نقطه ما و شما است این نقطه ما و شما چی هست؟ نقطه او هست سه است و این نقطه ای نقطه ای را ما و شما بخوایم چی کنیم؟ تناظر نقطه ای را نظر به نقطه او دریافت کنیم نظر به خط که دیدین چی رقم بود نه از همون نقطه به خط رسم میکردیم که زاویه بینش با چند درجه باشه؟ 90 درجه باشه سه است و قید آمه میدادیم اما اینجا چی است اینجا هم آسان است دقیقا مشابه ما باید چی کنیم از همین نقطه به نقطه او وصل کنیم و همه ادامه بتیم خود زاویه دیگه اینجا تعریف نمیشه صحیح پس به این ما شما ادامه بتیم پس ما از همین نقطه میایم به ن... به نقطه او وصل میکنم دیگه به این شکل کج ادامه نمیتیم صحیح بالا ادامه نمیتیم در راستای خودش مستقیم مستقیم یعنی یک زاویه 180 درجه باید ما شما اینجا جور کنه خب این چقدر این ان انجام میشه صحیح پس اینی میشه نقطه نقطه چی نقطه ای زبر ما و شما ای زبر پس چی است پس تناظر نظر به یک نقطه شما از یک نقطه بخوای به نظر به او تناظرش بکشی از همون نقطه به او وصل میکنی و بعد در راستای هم ادامه میده یعنی زاویه باز کج نشه بالا یا پایین نره مستقیم بریم صحیح است به یک رسیدیم مستقیم هم قد ادامه بدیم این اگر 20 سانتی متر است مثلا 20 سانتی متر این هم باید چی باشد 20 سانتی متر باشد صحیح پس تناظر نظر به یک نقطه به شکل ما شما دریافت میکنیم خب به این چی میگن تناظر مرکزی پس نظر به یک نقطه میشه مرکزی نظر به یک خط میشه تناظر محوری خب ولی اگر یک شکل داشته باشیم یک شکل داشته باشیم تناظر نظر به یک نقطه رو بخوایم دریافت کنیم ما در اینجا یک شکل نظر به یک نقطه تناظر دریافت میکنیم و در بر تناظرش نظر به یک محور در خط انجام میتونم که ببینید که فرق میکنه هر دو با هم صحیح یکی یک تا نیست یکی نیستم خب با مثال پس من این شکل خود دارم دقت کن این مثلا چه باشد مثلث ما و شما باشد سیست حالا ما چه میکنیم این نقطه باشد نقطه A B C سیست خب با شکل خود کم تبدیل کنم که خوب دقیق فهم داشته به این شکل من میکشم شکل خود از مثال قبلی این نقطه باشد نقطه A نقطه B و نقطه C خب نظر بچین نظر به یک نقطه, نقطه ما میخوایم چی کنیم تناظر رو دریافت کنیم نظر به یک نقطه دریافت کنیم نقطه ما شما کجاست نقطه ما شما فرض میکنیم در اینجاست یعنی نقطه او است صحیح پس تناظر این شکل نظر به یک نقطه میخوایم دریافت کنیم نظر به خط خ یاد داریم دیگه صحیح نظر به خط ما ولی این ای بر اول بکشیم برای شما نظر به یک خط ما شما یعنی اگر یعنی مثلث ما شما باشد سایست؟ ای باشد ای اینی باشد بی اینی باشد سی خب نظر به این خط گفتیم اگر ما و شما تناظر از بخوایم دریافت کنیم چیکیم چی میکنیم گفتیم از همین نقط نقاط به خط وصل میکردیم زاویه چند درجه 90 درجه باید باشه سایست؟ همه قیدامه میتیم تقریبا نقص باید با خط کش بگیریم سایست. و ایر را ادامه بدیم زاویه 90 درجه جور میکنه تقریبا اینجا میشه سایست. و این نقطه بیره ما شما اگر ادامه بتین تا اینجا میوید پس اینی میشه چی؟ اینی میشه چی؟ شکل ما شما حالتا کمی من گفتم دیگه رسامی ما بسیار خوب نیست پس خودتان دقیق 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 در کتابچه تان بکشین خب اینی میشه ازابار. ای زبر میشه بی زبر و این میشه سی زبر پس ما و شما اگر اینی را نظر به این خط قاط کنیم دقیقا روی هم قرار میگیره پس این تناظر چی است محوری نظر به یک خط اما تناظر نظر به یک نقطه چی رقم میشه میبینیم که با او فرق میکنه گوش کن گفتیم از همین نقطه همین سه نقطه مهمی که ما و شما داریم سه تا رفع مثلث به نقطه او وصل میکنیم و ادامه میدیم مستقیم ادامه میدیم خب ما از همین نقطه اگر بیایم اول از این نقطه سی رسم میکنیم ما بیایم نقطه او برسیم و هم قید ادامه بدیم صحیح است این رقمش اینجا میشه نقطه 13 بر ما و شما میشه نقطه 13 زبر صحیح است نقطه بی رم اگر ادامه بدیم چی میشه به شکل میایم در رسم میکنیم ما هم ادامه پس تقریبا اینجا میشه نقطه بی زبر ما و شما درست است اما نقطه ای را. من نقطه ای را گفتم باید بریم ده نقطه او بره و وست کنم همه قاعده ها بتون بالا نمیرم همین مستقیم باید برم صحیح پس همین من مستقیم میرم پس اینجا میشه پس ما اینی نقطه میشه نقطه ای زبر پس دیدی که فرق کرد نقاط ما و شما درست است الیا را با هم واسه کنم به میشه این مثلث ما شما میشه پس تناظر نظر به یک نقطه تناظر نظر به یک خط دیدی که فرق کرد صحیح است نظر به خط گفتم سه نقطه رو به خط وصل میکنیم و زاویه بینش باید, باید 90 درجه باشه و همون خط ادامه بدی حال اینجا چی است به نقطه وصل میکنه همون خط ادامه میدی پس ای تناظر ای بی سی نظر به نقطه شد ای زبر بی زبر صحیح است پس دیدیم که با هم دیگه فرق میکنه پس تناظر مرکزی منظور چی است تناظر نظر به یک نقطه تناظر محوری چی است تناظر نظر به یک خط پس فهمیدیم چه رقم تناظر ما و شما میکشیم نظر به یک نقطه گفتیم از همون نقطه به نقطه مرور نظر ما و شما وصل میکنیم همو قد مستقیم ادامه میدیم صحیح 20 سانتی متر باشه باید 20 سانتی متر باشه به همین نقطه یاد چی میگیم میگیم مرکز تناظر به این خط چی میگفتیم محور تناظر پس من اینجا نوشتن میکنم اینا بود این بود محور تناظر گفتیم یا تقارن برش میگیم نه و به این نقطه او چی میگیم میگیم که مرکز تناظر تناظر یا تقارن پس مرکز تناظر یا تناظر م... چی مرکزی تناظر نظر به یک نقطه است محور تناظر یا تناظر محوری تناظر نظر به یک خط میباشد پس فرق یارو فهمیدیم خب یک نقطه دیگه مانده شاگرد عزیز اگر یادتان باشد در, در درس گذشته گفتیم ما شما مربع شکل مربع چند تا محور تناظر داشت یا نوشته کرده بودیم نه چهار تا محور تناظر داشت مستطیل چند تا محور تناظر داشت مستطیل اگر یادتون باشه دو تا محور تناظر داشت سیست گفتیم قطر شما ما و شما ما پارچه ایفور برتون آورده بودم دیگه نظر به قطر قد دادیم که دیدیم چی متناظر نیست نه پس دو تا داشت فقط و گفتیم دایره چند تا محور تناظر دارد گفتیم لایه تناهی محور تناظر دارد مثلث متساوی الاضلاع یعنی هر سه زلش با هم چی باشه برابر باشه گفتیم چند تا محور تناظر دارد سه تا محور تناظر داشت مثلث متساوی و ساقین چند تا محور تناظر داشت یک تا داشت دیگه مثلثو گفتیم چیز ندارد صحیح است خب دیگه چی گفتیم لوزی گفتیم لوزی چند تا محور تناظر دارد دو تا یا تو نفس دیگه نه؟ ولی متوازی الاضلاع چهار که زلای روبرو با هم موازی باشه صحیح او اج محور تناظر نداشت صحیح الی ما نظر به محور تناظر آلی مرکز تناظر ما میتونیم در شکلهای متفاوت مشخص کنیم که آیا مرکز تناظر دارد یا ندارد پس من همین نکته رو که مرکز تناظر رو بفامی پس ما تختر پاک میکنم و مرکز تناظر رو میکشم برای ده شکلهای متفاوت درست است؟ خب شاگرده عزیز و گرامی مرکز تناظر در شکلهای متفاوت به چه, به چه صورت میباشد؟ دقت کنید با عنوان مثال من این شکل دایره رو میکشم دایره سیست این نقطه وسط وسط چیه گفتیم مرکز دایره بریم میگیم همین نقطه او مرکز تناظر به این شکل هم است معنایش چی است معنایش چی است که دقت کنم این نقطه رو برد نگم که بفهمی تو از کجا میفهمی که یک تا شکل ما و مرکز تناظر داره یا ندارد مرکز تناظر یک تاست دو تا نمیتونه باشه دقت کن خیر پس اینمی همی اوی ما و شما که مرکز دایره است مرکز تناظر هم شکل دایره هم است چرا رقم میفهمیم این نقطه است اگر ما هر نقطه ای که روی خود شکل در نظر بگیریم نقطه ای مثلا ای را من در نظر میگیرم سیف نقطه ای را در نظر میگیرم این نقطه ای ما و شما چی باشد ای ما و شما باشد اگر ما بیایم تناظرش نظر به همین نقطه او دریافت کنم اگر جوابش دقیقا روی خود شکل بیفته میگیم چی است اما نقطه او چی مرکز تناظر است مگر تناظر نقطه ای رو دریافت کنم دقیقا همه قید دوباره روی خود شکل میفته ای زبر سیفت من بیره در اینجا بگیرم بی زبر دریافت کو بی دریافت کن دقیقا روی خود شک قرار میگیره پس چی هست سیر مثلا من با مثال در اینجا در نظر میگیرم ما تناظرش دریافت کنم دقیقا روی خود سیزبر روی خود شکل ما و شما دایر ما و شما قرار داره صحیح پس میگیم نقطه او مرکز تناظر دایره است فهمیده چی رقم شد دیگه نه پس یک بار دیگه گوش کن دکتر به شک میگیم اگر ما و شما تناظر هر نقطه دلخواهی که روی از این شک در نظر میگیریم نظر به او دریافت کنیم اگر جوابش روی خود دایره بیفته میگیم که همین نقطه ما و شما مرکز تناظر است یعنی دایره ما و شما مرکز تناظر دارد فیست یک تا مستی که دو تا نمیتونه باشه پس میگیم که مرکز تناظر دارد پس دایره مرکز تناظر دارد چند تا محور تناظر داشت محور یا است لایه تناهی مرکز تناظر یک تاست دیگه دو تا نمیتونه باشه دارد یا ندارد مرکز تناظر دارد سست اما نقطه چی مرکزش است خب شاگرد عزیز مربع اگر یادتان باشد مربع چهار بود که چهار با هم برابر زاویه شون درجه است خب چند تا محور تناظر داشت چهار تا داشت دیگه گفتیم از بالا به دو دونیم تقسیم میکنیم به این شکل و قطرایش هم گفتیم چی است میتونه چه باشد محور تناظر باشه صحیح چهار تا محور تناظر داشتیم اما حالا میخوایم بگیم که مرکز تناظر هم دارد یا ندارد به نظر شما مح... مرکز تناظر دارد مربع یا نه شاگرد از شما بگین یعنی چه مرکز ثانوی دارد یعنی من هر نقطه ای که روی در نظر میگیرم این نقطه را فیس همین نقطه وسط وسط اگه من بگیرم من این را ادامه به تمام قوای روی خود شکل میفته بگیم بله دقیقاً ای باشد روی خود شکل میفته زبر روی خود شکل میفته فیس اگر نقطه بی را من در کجا بگیرم در اینجا بگیرم این نقطه بی ما و شما باشد ما امیر اگر بیایم ادامه بتوم نظر به ادامه بتوم روی خودش میفته اما قیدان بله دقیقا روی خودش قرار میگیره پس بی زبر ما و شما روی خودش قرار میگیره پس مربع مرکز تناظر دارد شما هر نقطه ای که روی شکل بگیری تناظرش نظر به اون نقطه او که مرکز است در این وسط قرار دارد بکشید دقیقا جوابش روی خودش شکل میفته پس میگیم که مربع مرکز تناظر مرکز تناظر دارد پس دایره هم داشت مربع هم داشت خب مستطیل چی آیا مستطیل مرکز تناظر دارد مستطیل هم دقت کن شاگرد عزیز مستطیل هم مرکز تناظر دارد چون هر نقطه‌ای که من با مثلا نقطه رو در این نقطه میگیرم هر جا که دلت شد فرق نمیکنه فیس ما میرا که تناظر امیر دریافت کنم دقیقاً میری خود شکل قرار میگیره پس این میشه چی ای زبر ما و شما نقطه بیر مثلا من کجا میگیرم اینجا میگیرم صحیح است امیر نظر به دریافت کنم دقیقا میای روی خود شکل قرار میگیره این بی باشد صحیح است پس میگیم که مرکز تناظر دارد خب شاگرد عزیز دقت کن شکل دیگه ما شما چی است مربع رو گفتیم مستطیل گفتیم دایره رو گفتیم خب شاگرد عزیز متوازی الازلا متوازی الازلا یا, یا اول لوزی رو بعد متوازی الازلا رو میگم لوزی اگر یادتون تو لوزی چی رقم بود چهار هم برابر هم زاویه های روبرو با هم برابر صحیح است دو تا محور تقارن هم داشت محور تناظر هم داشت محورش دقیقاً از این قطرایش تل میشد صحیح است اول مرکز تناظر دارد مرکز تناظر این هم دارد صحیح است یعنی شما هر نقطه ای اگر بیای چیکونی روی ازی در نظر مثلا من نقطه ای اینجا در نظر میگن. نقطه حالا اگر بیایم تناظر از دریافت کنیم دقیقا روی خود شکل میفته پس این میشه زبر پس این هم مرکز تناظر دارد سیست خب اما متوازی الازلا متوازی الازلا اگر یادتان باشد به این شکل بود یعنی متوازن ما شما بود که محور تقارن یا تناظر نداشت یا تو دیگه نه اما مرکز تناظر دارد فکرتون باشد دقیقا در وسط است این او باشد این او, باشد. این او بود سایست حالا هر نقطه که روی از این در نظر میگیرم این همین نقطه رو من ای در نظر بگیرم ای زبر کجا میشه دقیقا می روی خود شکل میفته سایست ای زبر من نقطه بیر اینجا در نظر میگیرم به عنوان مثال زبر کجا میفته اما قدامت روی خود شکل میفته صحیح پس متوازی الاضلاع که محور تقارن نداشت و تناظر نداشت مرکز تناظر دارد فکرتان باشد پس مرکز تناظر دارد صحیح خب شکل بعدی با شما چی است مثلث متساوی الاضلاع یعنی سیزلش با هم برابر بود یا تا دیگه نه مثلث متساوی الاضلاع خب چندتا چند تا محور تقارن داشت یا محور تناظر داشت اگر یاتون باشد سه تا محور تقارن داشت دیگه نه گفتیم اگر نظر به این قاد کنیم دقیقا روی هم قرار میگرده البته من گفتم کمی خوب نیست دقیق شما دقیق تر بکشین پس من اگر بیم نظر به همین قاد کنم دقیقا روی هم قرار میگیره پس یک محور تقارن نشسته یا تناظر اگر نظر به این کنیم باز گفتیم دقیقا روی هم قرار میگیره و اگر نظر به این قاد کنم باز روی هم قرار میگیره صحیح پس چی بود سه تا محور تناظر داشت اما میخوایم ببینیم که مرکز تناظرم دارد شکل ما و شما یا یعنی نه پس ما دقیق بکشم یک مثلث متساوی از لا یعنی سیزلش با هم برابر باشد یعنی مثلث متساوی از ما و شما مرکز تناظر دارد یعنی دقت کنم نقطه وسط وسط شما اگر نامش رو او بگیرم میگیم مرکز تناظر داره یا ندارد میگیم ندارد دقت کن چی رقم مگه نقطه ا را نقطه رأس بگیرم زو... چی کنم تناظر از نظر به این نقطه دریافت کنم تناظر از دقت کنید چه گردید مثلا با خط کش میگیرم چند شش سانتی متر است خب 6 سانتی متر ما اگه ادامه بدم دق... اینجا قرار میگیره میشه ای که نقطه ای زبر ما ما شما روی خود شکل قرار ندارد سیست ما چرا گفتیم مرکز تناظر دارد گفتیم هر نقطه که روی شکل میگیری تناظرش دریافت کن نظر به اون نقطه باید جوابش روی خود شکل بفته اما اینجا میبینیم ایما زبرش که ما تناظرش دریافت کنیم روی خود شکل نافتاد بیرون شکل افتاد سیست پس این می مرکز تناظر ندارد پس مرکز تناظر ندارد مسلس سه است مثلث متساوی الاضلاع مساوی است سه تا محور چی داشت سه تا محور تناظر داشت اما مرکز تناظر ندارد پس مثلث ها کلا چی مرکز تناظر ندارند اما محور تناظر گفتیم بنا وش بستگی دارد که اگر مثلث متساوی الاضلاع باشد سه تا محور تناظر داشت مثلث متساوی ساقین باشد یک تا محور تناظر داشت ولی هیچ کدامشان مرکز تناظر ندارد سه پس فامیل چرا رقم شد دیگه نه؟ خب شاگرده عزیز پس مرکز تناظر رو فامیدیم خب شکل های متفاوت هم مرکز تناظر دارد یا ندارد محور تناظر که درس گذشته ما و شما بود درست است پس تناظر مرکزی را ما و شما خواندیم درست است تناظر مرکزی را ما و شما خواندیم و دیدیم که بسیار آسان بود و سر تخته ما براتون تشریح کردم پس تناظر مرکزی رو خواندیم، ما ایر تیک مارک می‌کنیم صحیح پس درس ما و شما امروز خلاص میشه اما چه م... بخش کار خانگی ما و شما تمرین های صفحه 96 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید از طریق واتساب. نمبرش هم چند است 20964 780 255 -413. درست است اگر کدام سوال یا کدام مشکلی در حل کارخانگی یا کدام پیشنهاد دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبری که به شما خواندم درست است خب شاگردان عزیز و گرامی پایان فصل چهارم فصل چهار ما و شما در درس امروز خلاص شد بخیر ما و شما فصل پنج در, در درس بعدی شروع میکنیم درست است خب شاگردان عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما رو به پاک می سپارم.